سلام، خوش اومدین. من مثل همیشه یک مبحث جدید رو میخوام با یک مثال شروع بکنم تا با اون مثال اون مفهومی که میخوایم به صورت رسمی بعدا تعریف بکنیم قابل درکتر بشه براتون. پس میریم سراغ مبحث بازی های فرم گسترده که انگلیسیش میشه Extensive Form Games، که حالا یک جورهایی میشه به اینها بازی های پویا هم گفت، یعنی بازی های دینامیکی، بازی هایی که زمان در اونها مطرح. بذارید بریم سراغ یک مثال. یک بازار رو در نظر بگیرید که در اون یک شرکتی هست که حضور داره در اون بازار، یعنی یک شرکت فعال در اون بازار حضور داره و یک شرکت جدید داره فکر میکنه که آیا من وارد این بازاری که این شرکت فعال وجود داره بشم یا نشم. این شرکت جدید یک مقداری پول داره، مثلا فرض کنید 1,000,000 دلار پول داره و اگر بخواد وارد این بازار بشه باید 1,000,000 دلار رو سرمایه گذاری بکنه و وارد این بازار بشه. اگر وارد این بازار نشه، پس این شرکت دوتا گزینه داره. یکی این که وارد این بازار نشود، پس وارد نشود. اگر وارد نشه اتفاقی که میفته اینه که 1,000,000 دلارش حفظ میشه، یعنی 1,000,000 دلار سود میکنه و شرکت رقیب، در حقیقت این شرکت فعال، 2,000,000 دلار از حضور در اون بازار سود خواهد کرد. خب این اتفاقیه که در صورت وارد نشدن میفته. اما در صورت وارد شدن این شرکت به بازار، یعنی اگر وارد بشود، در اون صورت شرکت رقیب میتونه دو تا کار بکنه. یکی این که مدارا بکنه، یعنی هیچ حرکت خاصی صورت نده و ادامه بده به زندگیش و اونها هم وارد بشن و کارشون رو بکنن. در این صورت این شرکت ما، یعنی شرکت جدید، 2,000,000 دلار سود خواهد کرد و شرکت فعال ما 1,000,000 دلار سود خواهد کرد. خب یعنی سود شرکت فعال در حالت مدارا و اینکه شرکت رقیب وارد بشه کم میشه، اما شرکت فعال ما میتونه حمله بکنه، یعنی یک تبلیغات خیلی وسیعی رو شروع بکنه، کل بزرگراه ها رو پر کنه از تبلیغات، در تلویزیون تبلیغ بکنه، قیمتش رو بیاره پایین و یک استراتژی هجومی پیش بگیره در مقابل این شرکت جدید. و در این صورت اتفاقی که میفته اینه که هر دو سودشون صفر خواهد شد. یعنی این شرکت جدید، شرکت فعال، باعث میشه که با هزینه خیلی زیادی که میکنه سود خودش صفر بشه، اما سود شرکت جدید رو هم صفر میکنه و هر دو سودشون صفر خواهد بود. خب یک تفاوتی که حتما تا الان متوجه شدید که این بازی که من الان براتون توضیح دادم با بازی هایی که ما تا امروز با همدیگه راجع بهشون صحبت کردیم داره اینه که در این بازی مسئله زمان مطرح هست، یعنی تصمیم گیری ها در دنباله مختلفی طی میشن، یعنی ما یک دنباله از تصمیم گیری ها داریم. یعنی اول شرکت جدید تصمیم میگیره، بعد شرکت فعال. مثلا در بازی معمای زندانی اینجوری نبود، یعنی هر دو شرکت همزمان با هم تصمیم بخشید، هر دو زندانی همزمان با هم تصمیم می گرفتن. این بازی هایی که زمان درشون مطرح هست رو ما میگیم بازی های پویا و میتونیم اونها رو به فرم گسترده نشون بدیم. فرم گسترده خیلی شباهت به درخت داره. خب و داستان فرم گسترده از این قراره که تصمیم گیر اول که شرکت جدید هست رو من اسمش رو میذارم مثلا شرکت نیو. شرکت نیوی من در این نقطه از زمان میتونه دو تا تصمیم بگیره. میتونه وارد نشه و میتونه وارد بشه. دقت کنید این کاری که من دارم میکنم فقط یک نمایشی از این بازی هست، برای اینکه دیگه این شکلی ننویسم و خیلی مشخص معلوم باشه که الان این شرکت دو گزینه داره، وارد نشه و وارد بشود. خب بعد از اون اتفاقی که میفته اینه که اگر وارد نشه، خب داستان تموم میشه، خودش سودش 1 خواهد بود، یعنی 1,000,000 دلارش باقی میمونه و سود شرکت فعال رو من عدد دوم می نویسم 2 خواهد بود. خب پس این 1 و 2
این اولی سود شرکت جدیده، این دومی سود شرکت فعال، یعنی شرکتی که الان در بازار هست. اما اگر وارد بشه و برسه به این نقطه، اتفاقی که میفته اینه که در این نقطه اون وقت شرکت فعال اجازه تصمیم گیری داره، یعنی شرکت فعال من میتونه حمله بکنه، میتونه مدارا بکنه. خب اینجا دیگه شرکت فعال من هیچ تصمیم گیری نداشت، یعنی وارد نشده بود و شرکت فعال من به کار خودش ادامه میداد. اما در این نقطه شرکت فعال میتونه تصمیم بگیره، مدارا بکنه یا حمله بکنه. و بنابراین اگر مدارا بکنه، طبق چیزی که اینجا گفتیم، شرکت جدید 2 میلیون دلار سود میکنه و شرکت فعال 1 میلیون دلار، یعنی سودش به نسبت حالتی که شرکت جدید وارد نشه کم میشه. خب و اگر حمله بکنه، سود هر دو 0 خواهد بود. خب من به این فرم، به این چیزی که الان، به این پدیده‌ای که الان اینجا شما میبینید، کلن میگم فرم گسترده بازی یا اکستنسیو فرم این بازی. و این بازی یک بازی پویا یا یک بازی دینامیک است، به این معنی که ما در زمانهای مختلف تصمیم گیری صورت میدیم، یعنی شرکت جدید در زمان 1 و شرکت فعال در زمان 2 میتونن تصمیم بگیرن و پاسخ بدن به اتفاقی که افتاده. خب حل دقیق تر این بازی ها رو ما در جلسات آینده با هم سپری خواهیم کرد، اما بذارید راجع به این بازی یکم با هم دیگه حرف بزنیم، چون خیلی بازی دوست داشتنی هست. ببینید شرکت جدید وقتی که میخواد تصمیم بگیره وارد بشه یا وارد نشه، خب اگر وارد نشه میدونه که حتما سودش 1 میلیون دلار خواهد بود. خب پس به شرطی وارد میشه که سودش بیشتر از 1 میلیون دلار باشه. حالا خودتون رو بذارید جای این شرکت جدید. این شرکت با خودش میگه که اگر من وارد بازی بشم، در اون صورت شرکت فعال یا مدارا میکنه یا حمله میکنه. خب اما شرکت فعال اگر مدارا بکنه 1 میلیون دلار سود میکنه و اگر حمله بکنه 0. خب بنابراین شرکت فعال اگر یک شرکت منطقی باشه گزینه مدارا رو انتخاب میکنه. و بنابراین شرکت جدید میدونه که اگر وارد بازی بشه، شرکت فعال حتما مدارا خواهد کرد، چون سودش با مدارا کردن بیشتر میشه از حالت حمله کردن. و بنابراین شرکت جدید میدونه که اگر وارد بازی بشه، ما میایم روی این شاخه از درخت، چون شرکت فعال مدارا میکنه، و بنابراین سود شرکت جدید 2 میلیون دلار خواهد بود. و بنابراین شرکت جدید با خودش میگه که اگر من وارد نشم 1 میلیون دلار سود میکنم، اگر وارد بشم میایم روی این شاخه و 2 میلیون دلار سود میکنم. و بنابراین شرکت جدید وارد خواهد شد و خروجی این بازی به این شکل خواهد بود که شرکت جدید وارد میشه و شرکت فعال مدارا میکنه. یعنی ما اینجا اینو داریم و اینجا هم این رو. خب این الان حل این بازی هست. حالا ممکنه یک نفر بگه که شرکت فعال میتونه اعلام بکنه و فریاد بزنه که آقای شرکت جدید، اگر تو وارد بشی من حتما حمله میکنم. خب اگر اینو اعلام بکنه، در این صورت شرکت جدید با خودش فکر میکنه که اگر من وارد شم این حتما حمله میکنه و سود من 0 خواهد بود. درسته؟ نه، این درست نیست. چرا؟ چون این تهدیدی که شرکت فعال داره شرکت جدید رو میکنه که من حتما حمله میکنم، تهدید معتبری نیست. خب اصطلاحاً میگن credible نیست، یعنی این تهدید اعتباری نداره. به این دلیل اعتبار نداره که این تهدید عملا داره به خودش هم ضرر میزنه و شرکت جدید میدونه که اگر وارد بشه، شرکت فعال حتما میاد این نقطه و به تهدیدش عمل نخواهد کرد، چون 1 میلیون دلار پول رو حاضر نیست به خاطر یک تهدید بی اعتباری که قبلا کرده هدر بده. و اصطلاحا ما به این تهدید میگیم یک تهدید بی اعتبار. و شرکت جدید مستقل از اینکه شرکت فعال چه تهدیدی بکنه، اون رو وارد میشه و شرکت فعال مدارا میکنه. خب من امیدوارم که با منظور من از بازی های پویا، فرم گسترده و وارد کردن دنباله تصمیم گیری ها در بازی آشنا شده باشید و یک احساس خوبی به دست آورده باشید. در ویدیوهای بعدی
بازی های فرم گسترده و بازی های پویا رو که جذابترین نوع بازی ها هستن رو با هم بیشتر و بهتر تحلیل میکنیم. فعلا خداحافظ.